والا من یک جای دیگه هم گفتم بله من به نویسندگی هم علاقه دارم و داشتم، ولی واقعیت اینه که علاقه اصلیم، علاقه مندی اصلیم بازیگری بود همیشه. فکر میکردم هر چیزی رو که بتونه من رو به محیط حرفه‌ای بازیگری نزدیک کنه باید تجربه کنم و در مسیرم قرار بدم که بتونم نزدیک بشم به چیزی که علاقه مندی اصلیمه، در واقع بازیگری. و البته که خیلی معتقدم به این که نوشتن، چون به هر حال توش شخصیت پردازی خیلی مهمه، به نظرم خیلی کمک میکنه به پیشبرد بازیگری. و مثلا من اگه بخوام شخصیتی رو بازی بکنم، حتی همین الان یه داستانی براش مینویسم خودم، به جز اونچه که در واقع در فیلمنامه وجود داره، پس اونچه که در فیلمنامه وجود داره و پیشش رو برای خودم مینویسم، مثل یه شناسنامه، مثل یه قصه، قصه زندگی. و این هم بهم کمک میکنه برای اینکه بتونم بهتر نقش رو اجرا بکنم. همینم اون لذت نویسندگی رو برام داره. و البته رها نکردم، من هنوز فیلمنامه مینویسم، هنوز داستان مینویسم، رهاش نکردم به هیچ عنوان، میگم جز و علاقه مندی هم هست. به منصه ظهور نرسیدم؟ به منصه ظهور امیدوارم امسال بتونم کتابم منتشر بکنم. خب حالا تو همون اوائل هم تو همه عرصه به شکل موازی مثلا کار میکنم، یعنی رادیو بعد سینما که با فیلم زخمی اگه اشتباه نکنم شروع کردی، اما تئاتر که شما رو به عنوان بازیگر در واقع یه بازیگر به جامعه یه بازیگری در واقع میشناسونه، چطور تو تئاتر تونستی خودتون رو ثابت کنی؟ یعنی این تثبیت انجام شد با اینکه مثلا با تلویزیون شروع کردین، تو رادیو داشتین کار میکردین، سینما هم حالا ورود کرده بودین، این تئاتر چه چیزی داشتش که تونست شما رو تثبیت کنه یا خود شما خودتو بهش تحمیل کنی؟ راستش این بود که کار کردن برای من تو هر کدوم از این عرصه‌هایی که شما اسمش رو بردین سختی‌های خودش رو داشته، یعنی اینکه خودم رو تثبیت کنم، خودم رو تحکیم کنم تو هر کدوم از این عرصه‌ها، اثبات کنم که من عرضه‌ش رو دارم، همش به سختی بر من اتفاق افتاده، چه در رادیو، چه در سینما، چه در تئاتر. اما تئاتر برای اینکه همیشه انگار مهربانتر بود با من، انگار پذیراتر بود من رو و همه ی کسایی رو که علاقه مندی بازیگری داشتن، به نظر من تئاتر انگار پذیراتره، انگار فرصت بیشتری در اختیار علاقه مندان بازیگری قرار میده. یا الان اگه نخوام اینو به شکلی قانون کلی بگم، اون روزگار اینجوری بود، اون وقتا اینطوری بود که خب از تئاتر میرفتن به سینما آدم ها. و در واقع به نظرم همه کسایی هم که ماندگار شدن روی پرده و در وادی سینما در تمام دنیا رگ و ریشه‌شون به تئاتر برمیگرده. ولی برای من راستش اینه که هیچ کدوم اینا به سهولت اتفاق نیفتاده و برای همش خیلی تلاش کردم. اما تو تئاتر اون قلابه چجوری گیر کرد؟ یعنی کارگردانی که بهتون اعتماد کرد نقش اصلی، اون اتفاق، اون فراینده تو کدوم پروژه با کی اتفاق افتاد که یه دفعه به قول معروف قلابه گیر کرد؟ بذاریم فکر کنم، شاید نمیدونم، شاید با حمید امجد به شکل قلابه اصلی که گیر کرد، پروژه های حمید امجد بود، علی رضای نادری بود. در واقع اینجاها من بیشتر دیده شدم، فرصت بیشتری برای بروز نقش، نقشای خوب در اختیارم قرار گرفت که بتونم خودم رو در واقع توش نشون بدم. و طبعا کارگردانای جوون دیگه هم بودن که اصولا من همیشه با جوونا از همیشه راحت کار میکردم. ما هم سوالا یه طرف دیگه مطرح کنم، اگر بازی تو تئاتر، یعنی اتفاق تو تئاتر برات نمی افتاد، با توجه که تو همه عرصه در حال آزمون و خطا کردی، فکر میگردی کجا این اتفاق بیفته؟ یعنی نقطه گذاریت کجا بود غیر از تئاتر اگه تو تئاتر نمی افتاد؟ یه شاید هم اصلا نمی افتاد اگه تو تئاتر این اتفاق نمی افتاد. میتونست هیچ وقت اتفاق نیفته.
میتونست، همین میخوام به چرایش برسم که چرا میتونست اتفاق نیفته، یعنی عرصه معیا نبود تو جای دیگه. ببین به هر حال حتی اگر عرصه معیا نبود، با توجه به شخصیتی که از خودم سراغ دارم، خلق و خوی خودم، امکان نداشت تسلیم بشم، وابدم و ادامه ندم. یعنی حتما جای دیگه دوباره شانسم رو امتحان میکردم، حتما انقدر این در و اون در میزدم تا یک دری برون باز بشه. این رو راجب خودم میدونم. اسمش سماجته یا هر چیزی، این رو من در خودم سراغ دارم. و راستش اینه که شاید اصلا الان این به نظر بیاد که خب قرار نشه تو چرا داری تلاش میکنی، من میگم اون قرار نشدن رو من باید درک کنم، فکر کنم خب این اتفاق قرار است که نیفتد، اون موقع دست از تلاش برمیدارم. اما تا زمانی که حس کنم راهی هست برای رسیدن به هدفی که تعیین کردم در زندگیم، از دویدن نمیستم و هنوزم همین جوری هم. امروز در آستانه میانسالی هنوزم همین جوری هم، از کودکی و جوانی هم همینطوری بودم. ولی این که میگین ممکن بود اتفاق نیفته، بله ممکن بود اتفاق نیفته، برای اینکه خیلی ها را من میشناسم در همون تئاتر که اتفاقا بازیگران خیلی درخشانی بودن، اما به قول شما قلابشون هرگز بند نشد، اون بخت بهشون رو نکرد. به هر حال میتونه این اتفاق هم بیفته. فیلم زخمی اتفاقی که داره، حالا این که اصلا چطور با دفتر فرح بخش در واقع ارتباط گرفته شد از اون دفتر و همبازی میشد تو همون سکانس هایی که بازی داشتی با جمشید آریا که اون موقع سوپر استار سینما بود، خب اون اتفاقا فکر نکردی اونجا داره میفته؟ یا مثلا اون رویارویه با جمشید هاشمپور با اون بازیگر جوان، این که مثلا حالا هم تو سکانس های با همون بازی داشتی، یه مقدار اون حال هوای اون موقع و بعد اتفاقی که سر صحنه افتاد اصلا بده بسونه چجوری بود تو همون سکانس های محدود با آقای هاشمپور همراه بودن با ما یه بازیگر جوان رو برشون بودن؟ والا اینکه چطوری متصل شدم به اون دفتر، یک آقایی بودن به اسم آقای مهدی نوربخش، خدا رحمتشون کنه، دستیار کارگردان بودن اون روزگار و بعدها خودشون هم فیلم ساختن و خیلی هم زود از دنیا رفتن متاسفانه. ایشون خب میادن تئاتر میدیدن، بچه تئاتری‌ها رو میشناختن و به من گفتن که آیا فکر میکنی که دوست داری این نقش رو بازی کنی؟ ببین اون موقع مثل الان نبود، سینما واقعا خیلی دست نیافتنی و دور بود برای امثال من، میدونی؟ بعد مثلا روبرو شدن با ستارهی مثل آقای آریا مثلا این رویا بود، روبرو شدن و حرف زدن، حتی اینستاگرامی نبود، نمیدونم این همه برنامه راجع بهشون ساخته نمیشد، این همه ریالیتی شو و اینا نبود که ما ببینیمشون و بشنسون، خیلی دور بودن، حرف 25-6 سال پیشه، اصلا جهان رسانه این شکلی نبود، ما بودیم مجله فیلم و 4 تا عکس و اینا دیگه. و این بود که من گفتم بله حتما با کمال میل، آره چرا که نه، اتفاقا خیلی هم دوست داشتم. اصلا میگم دوربین 35 که هی میگن چیه، ندیده بودم که، دوربین تلویزیون دیده بودم، با تلویزیون کار کرده بودم، ولی واقعا نمیدونستم دوربین 35 اصلا چیه، بعد این مثلا راجبش فقط شنیده بودم، خونده بودم. در واقع اولین مواجهه من با سینما در زخمی اتفاق افتاد و خیلی یادم هست که خب آقای هاشمپور چون نقشای چیز بازی میکرد، خیلی نقشای اکشن، بعضن خشن و اینها، و یه ذره من به عنوان دختر 22 ساله یه ذره فکر کنم الان چه برخوردی با من میکنن، و بسیار مهربان بودن و بسیار نازنین بودن و اصلا با همون اولین برخوردهایی که ازشون دیدم ترسم ریخت کلن از همه ستاره ها، فکر میکنم من به هیچ ستاره اجازه نزدیک شدن ندارم، ولی واقعا به من ثابت کردن که اینجوری نیست، اتفاقا ستاره هرچی تلالوش بیشتر باشه انگار که بیشتر پذیرای آدم های معمولیه. و تجربه خاصی بود دیگه، خب من بعد از اون از اون جنس فیلم کار نکردم. یه نکته گرفتن تو کارنامه شما هست، شما جز بازیگرایی هستین که تو همون اول با یکی از مطرح‌ترین کارگردانای حال حاضر سینما ایران یعنی اصغر فرهادی کار کردن که اون موقع هم در واقع
یه جوونی بودش که داشت کار اولش رو شروع میکرد. این ارتباطه به خاطر ارتباط تئاتری شکل گرفتش با اصغر فرهادی، چون خود آیه فرهادی و خانومشون جزو بچه های تئاتر بودن که تئاتر بازی میکردن، کار میکردن که بعد وارد تلویزیون شدن. مثلا میگم اون در واقع تو همون چشمه راه هم با خیلی از بچه های تئاتری کار کرد. مثلا میگم اون ارتباطه عقب با اصغر فرهادی بود و به خاطر همین در واقع شناخت تئاتری دعوتتون کرد واسه چشمه راه. چشمه را فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اولین کار آقای فرهادی بود اصلا در وادی تصویر منظورم. ما بچه تئاتری بودیم ولی همیشه سطح آقای فرهادی و خانم بختاور به عنوان تئاتری های درجه یک با ماها فرق میکرد. ما خیلی نمیخوام بگم لو لول چون کار دانشجویی حتما کار سطح پایینی نیست، ولی به هر حال به لحاظ شناخته شدن اونا تئاتری های شناخته شده تری بودن برای فضای فرهنگی اون روزگار. و بله گمان میکنم که آقای فرهادی از بچه های تئاتر، شاید تماما از بچه های تئاتر استفاده کردن، به جز یه سری که سنشون یه طوری بود که خب ستاره های اون روزگار تلویزیون و اینها بودن. من یه دوستی داشتم که الان ایران نیستن، آقای افشین فرقانی و همسرشون خانم دمندان، که اینا در واقع هم می نوشتن هم کار تئاتر می کردن هم کار پشت صحنه می کردن. اینا رو یادم هست، اینم باز مال 22 سال پیشه، داریم راجبش حرف می زنیم. خیلی رو حافظه من حساب کردین شما. از طریق اونها در واقع من به آقای فرهادی معرفی شدم. اگه اشتباه نکنم دو اپیزود براشون یه چیزی شبیه این درست یادم نیست که توی اون یکی دو تا اپیزودم با آقای سعید آقاخانی و آقای امیر قفارمنش و اینا هم بازی بودم، خانم خیراندیش، آقای جهانزاده و همه اینا. قصه بامزه ای هم بود، روزگار خودش هم میادم از شبکه 5 پخش شده که خیلی دوست داشتن مردم و میدیدن. و اون موقع هم از سفر رو دید چیز به قول معروف نشونه از این داشتش که یه اتفاقی بیفته، یعنی چی جوری بود سر کار تجربهش با عنوان کارگردان چیزی اضافه میکرد تو همون اوایل به بازیگر؟ میبینی یه نابغه همیشه نابغه است دیگه، میدونین ممکنه که یه جاهایی بروز بیشتری داشته باشه بر اساس شرایطی که فراهم میشه، یه جایی بروز کمتری داشته باشه. آقای فرهادی از اول معلوم بود که نابغن، منتها خدا رو شکر که شد که ببینیم نبوغشون رو در عرصه بین المللی و در عرصه سینما ایران. اولین نقشه یکتون تو سینما اگه اشتباه نکنم فرزند خاک بودش که چیز شد. این اتفاق به نظرتون با توجه به روندی که پیش گرفته بودین به موقع بود یا دیر بودش؟ و چطور شد که حالا آهنگر اعتماد کردن و نقشه یک رو به شما سپردن که اون که نقشه کناریتون هم بازی تئاتری بود خانم نصیب؟ والا راستش این که کی برای چی زوده یا کی برای چی دیره اصلا تعیینش کار من و شما نیست. به نظرم میاد که اتفاق وقتی باید بیفته میفته، یعنی تو موضع توکل که من سعی میکنم همیشه داشته باشم، اتفاق درست همون موقعی میفته که باید بیفته. پس از نظر من اون موقع، همون موقع من بفهم اون نقش یک رو بازی میکردم. بو این که وقتی جوان تر بودم، نوجوان بودم، سوداهای دیگه ای به سر داشتم و فکر کردم وای اگه الان مثلا من این نقش رو بازی کردم چه اتفاقی براش ایجاد میکردم، ولی همه اینا تصورات منه، من که نمیدونم واقعا چه اتفاقی میافتاده. پس اون اتفاق در لحظه خودش افتاده. اما سوال دیگه ای هم گفتین در حین این آقای باشاهنگر چیزی تصمیم گرفت که نقش آقای آهنگر ببخشید. خواهش می‌کنم. اصلا بیسشون این بود که این کارو با تئاتریا ببره جلو، یعنی به خاطر سخت بودن نقش و اینا. خیر گمون نمی‌کنم اینجوری باشه، چون پیش از من میدونم که این در جریان قرار گرفتم که دوستان سینمایی هم بودن، صحبت کسان دیگه هم شده بود و حالا به دلایلی که من نمی‌دونم چیه به توافق نرسیده بودن. انتخاب من از طریق بازی کردن در نقشی بود که توی زیر تیغ بازی کردم، یه مجموعه تلویزیونی خیلی اون سالها گرفته بود، آقای هنرمند کارگردانش بودن، اتفاقا که نقش منم نقش بلندی نبود. راستش اینه که ما بچه تئاتری ها میبایستی موقعیت هایی رو که
به نظرمون میومد موقعیت‌های مناسبی است برای بروز خورده استعدادکی که داشتیم میقاپیدیم. حالا اون کوتاه بود یا بلند بود دیگه به وقت و اقبالمون برمیگشت، ولی اون نقشی بود که من توش خیلی دیده شدم علارغم کوتاه بودنش، برای اینکه به هر حال قصه قصه خوبی بود، کست خیلی خوبی بود در زمان خودش، کارگردان به نام و شناخته شده و کار بلدی بود و آقای آهنگر این سریال رو دیده بودن، دنبال کرده بودن، من رو که دعوت کردن. من خاطرم هست که کاری روی صحنه داشتم، اجرای روی صحنه داشتم و ایشون رو دعوت کردم که تشریف بیارن کار من رو ببینن، که به نظرم هنوز و همچنان اگر انتخاب بازیگر از این طریق اتفاق بیفته، بازیگری رو روی صحنه ببینن دوستان سینمایی و انتخاب کنن، توش پشیمونی نخواهد بود. امیدوارم حالا آقای آهنگرم از انتخاب من پشیمون نشده باشه. ولی به حال اون نقش سختی بود، من تمام تلاشمو کردم و اون چی که اتفاق افتاد اتفاق مناسبی بود برای من، یعنی هم من نقش رو دوست داشتم و فیلم رو و هم کسانی که دیدن با من و با نقش ارتباط برقرار و منو پذیرفتن، چون اون نقش نقشی بود. شما منو میشناسین، یه کسانی من رو میشناسن، اون نقش خیلی از من دوره، اصلا هیچ ربطی به من نداره، هیچ ربطی به من نداره و من حتی برای لبخند زدن در نقش مینا، برای تکون دادن دستام، برای راه رفتن مجبورم تمرین کنم، یک کاراکتر دیگر واقعا بسازم و تجربه بسیار خوبی بود. حالا نکته اینه که اونجا خیلی هم اتفاقا بازی مورد توجه قرار گرفت، چه مثلا چه جشنواره چه بعدا مثلا اکران عمومی، یعنی هر کسی دید با نقشه ارتباط گرفت و نقشه قبول کردش. اینا اکثرا این اتفاق میفته که بعد این مسیر ادامه پیدا میکنه، اما واسه شما چرا ادامه پیدا نمیکنه و دوباره مثلا نقشه های یک نمیاد سراغتون و تا یه مدت دوباره نقش مکمل بازی میکنه، ولی باز نقشه پررنگتر میشه، اما یعنی حضوره پررنگتر میشه، اما مثلا اعتماد به سپردن نقش یک وجود نداره. این به خاطر مناسباتیه یا به خاطر چون اگه قرار به مثلا بروز در واقع توانایی باشه توی عرصه ای چیز شده دیگه، مثلا این مناسباتی وجود داره که این اتفاق واسه یک کسی نمیفته واسه کسی دیگه میفته، یا نه شانس اتفاقه؟ من نمیدونم راستش. چیزی که میدونم و بهش مطمئنم اینه که به هر حال اگه کسی باشه که با دقت نظر بیشتری شما رو ببینه و بررسی بکنه، شاید بتونه به قول شما برای نقش‌های بعدی و کارهای بعدی به شما اعتماد کنه. ولی شاید مثلا من اونقدر مورد توجه نبودم، یا نمیگم چراها، اصلا دلیلی نداره چرا من باید مورد توجه باشم، منم مثل همه دارم کارامو میکنم. حالا یه جایی به قول شما دیده میشه و میگیره، یه وقتی هم نه. نه واقعا بعد از چیز، بعد از فرزند خاک، واقعا یادم نیست که مثلا پیشنهاد عجیبی داشته باشم که بگم آهان این بر اساس دیده شدن نقش در اون فیلم بوده. نه این اتفاق نیفتاد، ولی واقعا دلیلش رو نمیدونم. شاید بخشیش بخته، شانسه، بخشیش به هر حال عرضه این که ارتباط برقرار کنی با آدمای این حرفه. میدونی مثلا واقعا اینجوریه، من عرضش رو اصلا هنوزم ندارم که مثلا میگم خب این موفقیت رو نشونه آقای سعیدی و نشونه آقایون خانم های دیگه بدم. همیشه سرم انداختم پایین، گفتم اونها دیگه اگه دوست دارین ببینید. خب این غلطه، الان هم میدونم غلطه، اون موقع میدونستم، اون موقع ورزش رو نداشتم، هنوزم ندارم. میرسیم به بازیتون تو فیلم امروز. حجم دیده شدنش خیلی زیاد بود، تا جایی که واسه تون سیمرغ هم به ارمغان آورد، یعنی انقدر چیزا، ولی نقشه کوتاه بودش. همون اولی که آقای میرکریمی اومد سراغتون فکر میکردین نقشه این اتفاق واسهش بیفته یا نه فکر میکردین اینم که کنار یه سری نقش در واقع کار دیگه ای هست، این حجم دیده شدنه که منجر به جایزه بشه و
کامل شما رو تثبیت کنه، توی در واقع براینده نقش رو کاغذ وجود داشتش؟ با توجه به اینکه شما میگی من نقش آنالیز میکنم، پسش رو میدونم، بعدش رو میدونم، ما اصلا در رابطه با اون خانم دکتر این اتفاق افتاده بود. راستش اینه که آقای میرکریمی، یعنی همون بعد و شروع نگارش فیلمنامه امروز، لطف کردن و به من گفتن، آقای راسیم می نوشتن فیلمنامه رو و گفتن که بیا که حرف بزنیم. یعنی از همون ابتدا من در جریان بودم که قراره چه اتفاق بیفته و قراره این شخصیت کجا بره. و آقای راسیم مثلا به من پیشنهاد دادن که پاشو برو توی یه سری از بیمارستانهای دولتی یکی دوتا آدمی شبیه به اینو پیدا کن، باهاشون حرف بزن. من پیش از این در فیلم به نام پدر چیزی شبیه به اینو بازی کرده بودم، یه ذره حتی سردتر از این شخصیت رو، یعنی یه بیسی در خودم داشتم. شروع کردم به همین در واقع تحقیقاتی که معمولا انجام میدم برای اجرای نقش. پاشدم رفتم یکی دو نفر رو دیدم، من خاله خودم پرستار بوده، با اون حرف زدم. شروع کردم یه دفترچه واسه خودم درست کردن و همه اینا رو در تبادل نظر بودیم با آقای راستین. نقش رو در واقع آقای راستین طراحی کرده بودن که من بازی کنم با نظر آقای میرکریمی، و از اونجایی که فیلم های آقای میرکریمی همیشه دیده میشه و همیشه بهش پرداخته میشه، مطمئن بودم که این نقش دیده خواهد شد و من سعیمو کردم که درست اجراش کنم با راهنمایی های آقای میرکریمی. و تنها جایزه اون فیلم رو من گرفتم. و خب همه بازیگرات دلشون میخواد که سیمرغ بشینه روشونشون، فکر نکنم کسی باشه که، یعنی نمیدونم، صادقانش اینه که همه دوست دارن دیگه، همه جایزه رو دوست دارن، حالا سیمرغ یا هر چیز. یه ذره از ماها گریزونه، یعنی از امثال من، بخواد اینکه ماها هیچ جوری، به قول شما هیچ جوری که نه، بعد گفتم واژه رو، به سختی به چشم میاییم به دلایل مختلف. نه زیبایی خاصی داریم، نه خط و ربط خاصی داریم و نه هیچ چیز دیگه. بنابراین توقع سیمرغ نه، تا لحظه‌ای که رفتم بالا من نمیدونستم که قراره من جایزه بگیرم، ولی میدونستم نقش دیده میشه، مطمئن بودم که نقش دیده میشه. با توجه به تجربه هم که سر فرزند خاک داشتم، مثلا همه سر فرزند خاک معتقد بودن که خب این یه اتفاقی باید براش بیفته، اما گفتم خب من باید صبر کنم تا وقتش، وقتش اون موقع بود خدا رو شکر. سال 94 که طلایی ترین سالای در واقع حضور شما تو سینماست. تو همون سال تو جشنواره نفس و زاپاس رو دارین که به خاطر جایزه میگیرید، ابد و یک روزه دارید که در واقع اونجا جایزه نمیگین، جای دیگه به خاطر جایزه میگیرید و به قول معروف یه اتفاق خوب میفته تو در واقع مسیر کاری شما. این هم جزو همون لحظاتی بود که اتفاق افتاد، یعنی اتفاق افتاد، یا به قول معروف اصلا اول میدونستیم بازار اینها نقطه گذاریه مثل امروز که نقش ها دیده خواهد شد؟ ببین از یک سالی به بعد که شاید همون سال 92 بود که من برای امروز جایزه گرفتم، خب پیشنهاد دیگه طبعا زیاد شد، پیشنهادهای مختلف، گونه های مختلف، ژانرهای مختلف، و خیلی شانس داشتم که مثلا، واقعا اینا هم شانسه دیگه، نمیدونم، هی دلم نمیخواد این واژه رو به کار ببرم ولی میرسم بهش میبینم همونه، میدونی؟ شانسش رو داشتم که خب اینا به من پیشنهاد شد، میتونست به کس دیگه ای پیشنهاد بشه. و راجع به نفس تقریبا مطمئن بودم نقش دیده میشه. قوانین جایزه کاندیداتوری سیمرغ اینا رو من نمیدونم، میدونی؟ ولی میتونم این تحلیل رو داشته باشم که این نقش آیا به چشم خواهد آمد یا به چشم نخواهد آمد. راجع به نفس تقریبا 100% مطمئن بودم این دیده خواهد شد، با اینکه اون زن ویژه‌ای بود، مدل رفتارش خاص بود، مدل گفتارش خاص بود، و خب واقعا مطمئن بودم که با توجه به اجرام دیده میشه. راجع به ابد، چون اصلا کست بازیگری کهکشانی بود، همه درجه یک بودن، واقعا من فکر میکردم حتی اگه معمولی هم باشم، که من سعی میکنم هیچ وقت معمولی نباشم،
سعی میکنم و نمیگم نیستم. فکر میکنم حتی اگه معمولی هم باشم تو اون همه ستاره بالاخره شاید درخشش اونا من رو هم نشون بده. راجب زاپاس هم که اینقدر نقشه بامزه بود و اینقدر قصه بامزه بود و اینقدر شیرین بود و اینقدر دوستش داشتم و اینقدر اون فیلم انرژی خوبی داشت، حال خوبی داشت که مطمئن بودم هیچ اتفاقی اگر نیفته اما این شیرینی و گرما و حال خوب به تماشاگر منتقل میشه و این خودش یکی از هدفهایی که آدم میتونه داشته باشه برای بازی کردن یک نقش. از چه زمانی فکر کنم کمدی هم میتونی بازی کنی؟ یعنی اتفاق اولی کجا افتادش؟ و با حالا هر حال بازیگر که ما میدونستیم نقشه جدی، حالا نقشه با قول معروف بعضا پرچالش اینو بازیم، یه دفعه کمدی از کجا میادش تو کارنامه کاریتون که کشف میکنه این استعداد کمدیتون؟ بله، من از اول خودم میدونستم میتونم کمدی کار کنم، برای اینکه واقعیت اینه که یه طنازی خودم دارم، یه طنز مخصوص خودم رو دارم. اما اینکه آره بعد کسی بهم اعتماد نمی کرد، من که نقشایی که بازیم کردم نقشای سخت و تلخ و فلان بود، همه زنای جدیه فلان، قیافم هم همونجوری بود، هیچ کی اعتماد نمی کرد به نقش کمدی بده. حالا بعد از اینکه مدتی کمدی بازی کردیم یه مدتی حالا اینجوری بود که نه این حالا کسی از اون ور اعتماد نمی کرد، ولی نه اینو خودم راجع به خودم می دونستم. اما بذار ببینم اولین بار کی، شاید برزو نیک نژاد در زاپاس فکر میکنم. البته تو تلویزیون کار کرده بودم، کمدی شیرین اگه نگیم کمدی نقش شیرینه چیز کار کرده بودم، ولی آره خب اینقدر نقش زنای اینجوری رو بازی کردم که میگم بابا این ازش کمدی و خنده در نمیاد. حالا یه نکته هست که نقش کمدی در نیومده تو کارنامه‌تون چند تایی دارین، حالا نمیدونم اینو میخوام همینجا شما خودت میگی که این علت کجا بوده. یکیش ابله آقای کمال تبریزیه با توجه به اینکه حالا تو شبکه‌خانه، یکیش دوپینگه و آخرش هم مردم معمولیه. این از نظر من، حالا شاید شما بگی آقا در اومده یا در نیومده، ولی اون اتفاق اون توقع در واقع در مجموع از این برنامه، حالا ما هم بگیم که کل کار این اتفاق حادث کرده که شخصیت و بازی شما هم دیده میشه، یا اصلا کلا کاراکتری یه جوری بود که همینقدر بود دیگه. حالا اگه به تفکیک ستاش بگید، اولش ابله، دوپینگ و مردم معمولی. والا ابله اصلا کل مجموعه اصلا به سرانجام نرسید. یعنی من به عنوان بازیگر یه خطی طراحی کرده بودم که یه سر و یک تهی داشت که اصلا ما نتونستیم مسیر رو طی کنیم تا به انتها برسیم. یک جایی اصلا متوقف شد و کل پروژه رو جمع کردن. نه اون اصلا به نظرم کل پروژه منعقد نشد، اصلا چقدر دیده شد میدونین، در صورتی که خب اصلا توقعمون چیز دیگه ای بود. به هر حال یه سری چیزا قابل پیش بینی نیست. این راجب ابله. راجب دوپینگ موافق نیستم باهاتون، چون واقعیتش اینه که نقش منفی کمدی بازی کردن در تلویزیون محدودیت‌های خودشو داره. و اتفاقا میدونی من از کجا میفهمیدم اتفاق افتاده؟ اینکه مردم بعد و بیرا میگفتن به من، من اینکه باور میکردن یک زنی اینقدر بده و اینقدر بدجنسه و حالا در این حال خنده دارم هست. راجع مردم معمولی هم میدونی اینقدر موافق نیستم که اتفاق نیفتاده بود، نگرفته بود، چرا شده بود، باربارا برازنده در اومده بود اتفاقا. ولی اونجا هم ببین انقدر مردم عجولانه برخورد کردن باهاش، انقدر قضاوت ها بی موقع اتفاق افتاد که کسی خود مجموعه رو، خود داستان و خود آدمه رو ندید. همه داشتن راجع به حواشی بحث و بررسی میکردن و میدونین، یعنی کسی نیومد باربارا برازنده رو نقد بکنه یا مجموعه رو نقد کنه، بگه قصهش فلانه، مثلا فیلم برداریش فلانه، شخصیت از حواشی بررسی شد که اصلا به نظرم بی‌دلیل. حالا همه این اتفاق میفته تو هیولا، یه اتفاق بزرگ میفته، با مهران مدیری کار میکنی و انگار اون فضایت قشنگ به عنوان یه آدمی که این عرصه رو قشنگ میشناسه در اختیار شما میذاره و هیولا در واقع همچنان کارهای خوب مدیری بعد از چند وقته.
هم جزء کاراکترهای در واقع کمدی شماست که کامل در میاد و هم مردم میپسندن هم در واقع مورد تقدیر جشنواره هم قرار، یعنی یکی از جشنهای داخلی سینمای قرار میگیره. این هیولای در واقع کاراکتر شما تو هیولا و همکاری با مهران مدیری و اینکه خود مهران مدیری میده و همه گروهش رو میذاره کنار با یه گروه جدید کار میکنه، این اتفاقات چجوری در واقع چقدر تاثیرگذار بود که اون کاراکتر اینقدر دیده بشه، حتی نسبت به شخصیت اصلی کارم اون کاراکتر بیشتر دیده شد؟ خب این که آقای مدیری یک تالنتن، یک در واقع استعداد خاصن در زمینه کمدی که بحثی توش نیست، تردیدی توش نیست. این که مردم به همه کارهای آقای مدیری اقبال دارن، دوستشون دارن، کاراشون رو دوست دارن، اینم درش تردید نیست. چیزی که باعث تعجبه برای من اینه که خب من نقش کمدی کار مثلا خجالت نکشه، من دیگه خب هم براش کاندید بودم هم فیلم خیلی دیده شد، اما آقای مدیری من رو از روی شبی که ماه کامل شد انتخاب کرده بودن و این جالبه برای من که نقش به اون تلخی و که اصلا فکر نمی‌کنی این زن بتونه کمدی هم کار بکنه، از روی اون شهره رو بهش پیشنهاد بدی. به هر حال واقعا کار کردم با آقای مدیری توی واقعا توی زمینه طنز برای من یه تجربه مهم بود، خیلی چیزی ازشون آموختم، خیلی چیزی به من اضافه شد. من خیلی هوشمندانه سعی میکنم از هر کسی که باش کار میکنم یه چیزایی یاد بگیرم و آقای مدیری از اون دسته کسایی بودن که من خیلی ازشون آموختم. خیلی راجع به شهره حرف می زدیم، راجع به همه چیش، راجع به حتی این سنجاق سرش که پیشنهاد خودم بود و اصلا شده بود مثل امضای نقش شهره، راجع به همه چیز. و آقای مدیری خیلی پذیران، خیلی کنسه و ایده پذیرن و آره من خودم هم شهره خیلی دوست داشتم، خیلی گناه داشت، در این حال خیلی شیطان صفت بود در درون خودش. اگه میخواستیم بررسی کنیم ببینیم هیولا کیه، به نظر من هیولا شهره بود نه هوشنگ، برای اینکه در واقع اصلا هیولا صفتی این او رو هم وادار به کارایی میکرد که شاید اصلا دلش نمیخواست انجام بده. بر من خیلی کار شیرین و جذابی بود، زمینه که مردم خیلی دوستش داشتن. من این رو در دو تا کار تجربه کردم، خجالت نکش و هیولا. این دوتا رو هیچ کس رو من ندیدم بگه من یه بار دیدم، همه چندین بار دیدم و خیلی خیلی باش ارتباط برقرار کردم. این دوتا واقعا بر من خیلی شیرین بود. حالا به در واقع شبی که ماه کامل شده اشاره کردین، یکی تو اون کار لحجه قومی رو دارین، یکی هم ویژگیه کار شما اینه که جز معدود بازیگری هستین که به همه در واقع لحجه ها تسلط دارین، تو دختر شیرازی شیرازی، تو آباجان آذری صحبت میکنین و در واقع تو همین شبی ماه کامل شدم به شکل خیلی خوبی قومی و نفس هم اصفهانی لهجه داره، یه منطقه رو دارید در واقع، یعنی اصفهانی چیز نیستش، مال همون منطقه است که در واقع این چیز هسته، چون خود اصفهان هم لهجه های مختلفی داره. این تسلط رو لهجه کجا آمده؟ از دوران جوانی اینا چجوری بوده مثلا؟ چون تسلط کامله تو فرایند این تمرین های فیلم نامه انجام یا قبلا یه پیش زمینه‌ای داشتید تو لهجه و اینو کار کردید؟ علاقه مندیشو داشتم واقعا همیشه، من اقوام ایرانی برام همیشه همه چیشون جالب و جذابه. خب وقتی دلم میخواد مثلا راجع به فرهنگ آذری بدونم، راجع به فرهنگ اصفهان بدونم و همه اینها، بخش مهمیش زبانه، لهجه از آهنگ، من دوست دارم که یاد بگیرم. اما هر وقت که به هم چنین چیزی پیشنهاد شده، حالا با معلم، با حضور در فضاهای محلی سعی کردم اینو کسب کنم. مثلا سر آباجان، خب ما خیلی پیش از تولید رفتیم زنجان و مهم اینه که توی مثلا بازار گوش کنی ببینی که لهجه واقعی چیه. یعنی برای ما یه تصوری از لهجه آذری داریم، اگه قرار واقعی باشه باید در محل گوش کنی بهشون. یا مثلا برای کاشانی، با اینکه من رگ و ریشه کاشانی خودم دارم، مادرم کاشانیه، ولی برای اینکه بتونم سلیس حرف بزنم بازار کاشان، صبح تا شب تو بازار فقط گوش میکردم
و البته که معلمم داشتم صداشون رو ضبط میکردم. و به هر حال مقصودم اینه که هم علاقه مندی دارم، هم براش وقت میذارم چون بهش علاقه دارم. و اصلا دوست ندارم بر مردم یک منطقه بگن تو چرا گویش ما رو تخریب کردی. و خدا رو شکر با اینکه من به لهجه ها، آهنگ ها و گویش های مختلف و متعددی حرف زدم، هرگز این اتفاق برای من نیفتاده که مثلا بگن این اصفهانی نیست، این کاشانی نیست، این آذری نیست. و خدا رو شکر میکنم، یعنی تلاشه جواب داده. لطف حرف شبیه ماه کامل شد. یکی از سخت ترین در واقع نقشه فکر کنم کارنامه شما نقش در واقع مادر شهید است تو فیلم شبیه ماه کامل شد. این نقشه نسبت به کاراکتر دیگه حضورش کمتره، ولی بزرگترین ضربه روحی روانی در واقع این کاراکتر میخوره، حتی به اندازه خود چیز. این نکته ای که هست این که توی یکی از مصاحباتون گفته بودین که من در واقع وارد زندگی کاراکترم میشم، کاراکترها رو با خودم حمل میکنم و این چیز. در رابطه با این نقش چرا این اتفاق افتاد؟ با توجه که میدونستین در واقع اون سکانس عواقب بعدی واسهتون خواهد داشتش، منم که اینجاها نمیشه که بازیگر در واقع از حس فاصله بگیره به سمت تکنیک بره، اصلا ممکن نیست. برای یک نقشی مثل نقش خانم منصوری اصلا تلفیقی از حس و تکنیک و در لحظه دیگه اصلا نمیدونی چی بهت اضافه میشه یا کم میشه. اونجا اصلا لحظه ایه که به جای نقش داری زندگی میکنی، یعنی اون آدمی. برای من اینجوریه. اون نقش خیلی منو اذیت کرد، خیلی. هنوز یادم میفته اصلا پشتم میلرزه. برای اجرای اون نقش خیلی اذیت شدم. برای اینکه بعدش کابوس برام آورد، بعدش روان پریشی برام آورد، یه تایمی مجبور شدم که درمان بشم، تراپی بشم. این نقشا اینجوری کم پیش اومده در زندگی. مثلا اون سکانس ظاهرا چیزی که من شنیدم یک تایتل، یک عنوانی داره به اسم تراژیک ترین سکانس سینمای ایران، من میشنومش. تأثیر خودش رو گذاشت به هر حال، یعنی من موفق بودم تو انتقال اون حس. اما بر بازیگر اجرای اون نقشا خیلی سخته. اصلا راستش رو بخواین بعدش شروع کردم به این که دیگه نقش جدی تایمی بازی نکنم، نقش تلخ و جدی. و این فرصت رو به خودم دادم که یه ذره ریکاوری بشم. بسیار نقش سختی بود، اصلا به حجمش کاری ندارم، که به نظرم حالا حجمش هم اندازه خودش بود، ولی آزار دیدم، خیلی آزار دیدم. اون نکته این که اون سکانس به خاطر اینکه بازیگر کامل درگیر میکنه، حالا به قول من مساف خود کارگردان بازیگر باش چجوری باشه اینکه اون حس در آن، یعنی چون تمرین کردین یه بار گرفتین چجوری شدشون، یعنی یا دکوپاژ کارگردان به چه شکلی بود که توی مثلا با چیزی تقطیع نشه. اینو میخوام بگم اون حس چجوری به وجود تو تعامل شما و باعث اینکه بکر بمونه چیکار کردید؟ یعنی ببینین، هم من خودم هم خانم آبیار معتقد بودیم که این سکانس قابل تمرین کردنی نیست، نمیشد تمرین کنه. اصلا خود اجراش هم فکر میکنم یک دو تیک ما تونستیم بگیم، چون بعدش من قش میکردم نمیتونستیم دیگه ادامه بدیم، در واقع از حال میرفتم بعدش. تمرین به اون معنا نکردیم، فقط راجب همه زوایاش حرف زدیم. خانم آبیار با فیلم برداره و اینا در واقع دکوپاژ و اینا رو صحبت رو کرده بودن، مونده بود اون حس و حال و اینا که قرار بود توی اجرا ما با یک چیزی برخورد کنیم دیگه، با یک اتفاق. اونو نمیشد تمرین کنیم، هر جوری نگاه میکردی به حال درگیر میشدم من. و فکر میکنم دو تیک اگه اشتباه نکنم گرفتیم و یک تیک گمونم که اشکالات تکنیکالی داشتیم، تیک دوم دیگه همونی بود که اوکی شد. ولی پایان تیک دوم که من از حال رفتم، خانم آبیار اومدن من بغل کردن و پا به پای من داشتن گریه میکردن و هم به همه داشتن گریه میکردن. یکی از کار پرمخاطبتون که امسال پخش شد و شما تو فصل اولش بودین، خاتون بودش. کار رو
تو زمانی هم در واقع قبول کردین که کرونا اوج کرونا بود، کارم نمی‌رفتین شما، یادمه که پیشنهاد قبول نمی‌کردین، خونه مونده بودین، بالاخره باید کار می‌کردید یا نه به خاطر این کارو قبول کردید، به خاطر این خواسته این نقش و سریال خاتون خانم پاک روان؟ نه، خواسته این نقش، واقعا خواسته این نقش، نقش خیلی عجیبی بود و بعد بازی کردنش هم خیلی جرأت می‌خواست. بنگ نقش منفی بازی کردن اصولا خیلی جرأت میخواد، نمیکنن غالبا آدما، میگن که خب یک نقطه سیاهی تو ذهن تماشاگر باقی میمونه. ولی من از اونجایی که خیلی اهل تجربه های عجیب و غریبم، خیلی اتفاقا دلم خواست این اتفاق بیفته. گرچه معتقدم فخرالنسا منفی نیست اگه وجوه مختلفش رو نگاه کنی، که بازیگر اتفاقا باید به وجوه مختلفش نگاه کنه. اگه مثل این میمونه که بگیم مثلا فلان آدم 100% سیاهه، اصلا نداریم همچی چیزی. همه آدما خاکستری هن، یعنی درصدی از سپیدی توی حتی سیاه ترین آدم ها وجود داره، بعد ببینیم چقدر بهش میپردازه که سپیدیش بیشتر بشه. فخرالنسا این ویژگی رو داشت، برای رفتار خودش دلایلی داشت، برای عملکرد خودش توجیهاتی داشت، اما اون چه شما از بیرون میبینین یه زن تلخ سنگین دل سخت و سنگه و بازی کردنش بسیار سخته. برای اینکه من تمام عمرم تلاش کردم که همچه آدمی نباشم، حالا باید برم اونو تجربه کنم. خیلی سخته برام، سخت بود برام، ولی ویژه هم بود، خیلی ویژه بود. و بعد من کار کردم با کارگردانای زن رو دوست دارم، یعنی هر بار با کارگردان زن کار کردم حالم خوب بوده، نه که نگاه جنسیتی داشته باشم، مثلا منو همه میشه، مثلا مدلم این نیست، ولی کیف میکنم از کار کردن کنار زن توانمند، کار کردن کنار زن دغدغه‌مند، کسی که به مردمش فکر میکنه، به فرهنگش فکر میکنه، مثلا خانم پاک روان، خانم آبیار. و خیلی خوشحالم که با اینا کار کرد واقعا. یه نکته ای هم که حالا هستش، این دوباره کاراکتر فخرالنسا جزو کاراکترهایی هستش که بزرگتر از سن شماست و دورتر از در واقع شما، یعنی مادر جوونی هستید که در واقع عروس داره. اشکان فکر کنم 6 7 سال از من کوچیک‌تر. بعد کلا تو شبی که ماه کامل شدن با زور به همین شکل پدرام شریفی و خانم شاکر دوستینا، این معمولا باز بازیگرتون همسن شما این ریسک رو کمتر میپذیرن که بزرگتر از سنش بازی کنه یا مثلا نقش مادره مثلا جوون یا آدم عروسدار و داماد داره اینو بازی کنه؟ این اتفاقای هیچ موقع نترسین یا به قول معروف به هر حال چون سینمایی رو به یه شکلی که بازیگر سری میندازه توی کلیشه و اینا، یعنی این اتفاقا میفته، اما از این ابایی نداشتیم میشه دفتید و حالا پس نقشه هم برومدید. اما این که به این وچه قضیه اصلا نگاه نمی کنید، یعنی فقط نقش نگاه می کنید، چی دیگه واسه مهم؟ نه، هیچی برای مهم نیست. اولویت هم نیست، اولویت هم کیفیت نقشه و جای کاری که به من میده. من توی زاپاس مامان جواد رو بازی کردم، جواد عزتی گمونم، نمیدونم، ولی از من خیلی کوچیک‌تر نیست. اینجا همینطور، توی شبی که ما همینطور، و هر کدومش ببینین ویژگی خودش رو داشته. من هیچ وقت کیفیت نقش رو قربانی ترس از سن و سالش نمی کنم، به ضررم نکردم به نظرم. یه سوال می‌پرسم، نمیدونم حالا اگه دوست دارین جواب بدین، ولی جواب بدین. شما جزو شما خانم رعنا آزادیور و خانم پریناز ایزدی جزو سه تا بازیگری بودید که همون اول که در واقع خبر ساخت جیران توسط آقای فتحی رسانه‌ای شد، شما به تدریج سه نفر معرفی شدید، اما یک سال هم در واقع یک سال خورده‌ای فکر کنم منتظر شروع کار بودن، در آستانه شروع از همکاری با فتحی و این پروژه انصراف دادین. دلیل انصرافتون چی بود با توجه به اینکه نقش خیلی خاصی بود، یعنی نقش مهدی‌اولیا مادر ناصرالدین شاه؟ یه ذره تعجب برانگیز بود تو این موقعیت بعد از یک سال صبر کردن و حتی کار رد کردن، یه ذره در آستانه کلید خوردن این انصراف رو انجام میدین.
والا ماجرا این بود که خب ما چون نمیدونستیم که قرار هستش که این کار کی کلید بخوره، یعنی هی تاریخ کلید خوردن کار به تعویق میافتاد و در تمام اون مدتی که شما الان بهش اشاره کردین من داشتم رو نقش کار میکردم، من داشتم تمام نامه های خانم مهد اولیا رو میخوندم، قجری نویسی تمرین میکردم، مدل نگارشش که بتونم حرف بزنم، برای اینکه دیالوگ تاریخی رو اگه مال خود نکنی انگار داری هر رو کتاب میخونی. من نمیخواستم این اتفاق بیفته و منتظر یک نقش تاریخی درخشان بودم من، که خب مطمئن بودم این همونه. برنامه هامون به هم نخورد در نهایت، برای اینکه من دیگه ناامید شده بودم از شروع پروژه، یعنی هی واقعا نمیدونستیم دقیقاً کی قراره کلید بخوره و من به یک دلایلی خب قراردادهای دیگه ای داشتم و قابل تنظیم و قابل هماهنگی نبود با هم، وگرنه که خب چه کسی هست که دوست نداشته باشه مهد اولیا رو با آقای فتحی تجربه کنه که تجربه در واقع کارهای تاریخیشون همیشه جذاب بوده و ضمن این که کار تاریخی رو باید با کسی آدم کار بکنه که تاریخ میشناسه، تاریخ میدونه. آقای فتحی تاریخ میشناسن، تاریخ میدونن، قصه گوی خوبی هستن و به هر حال این بخت رو من از دست دادم. که امسال واسه اولین بار با توجه به خلاف رویتون همزمان تو دو تا کار سنگین رفتین، یعنی دو تا سریال، یکیش تاریخی کمدی، یکیش هم که کار درام اجتماعی و مال من. این اتفاق چجوری افتاد؟ چرا چیز شد؟ چون از قبل در واقع قرار داد داشتین رو هم افتاد بله. یا نه یهو بله دقیقا اینجوری شد. من قرارداد شبکه مخفی زنان رو دی ماه 99 بستم، قرار بود بهمن ماه کلید بخوره و خرداد سال 1400 کلید خورد. خب همه این تایم میاد این برتر، میدونین؟ و بعد خب این خیلی فشار بزرگی، من اصلا از این بازیگر نیستم عادت داشته باشم چند تا کار با هم بکنم. پدرم در اومد، میدونم که کارگردانم اذیت کردم، برای اینکه من باید متمرکز بشم روی یک نقشی، اجرا کنم، تموم شه، خدافظی کنیم، همه چی بشه بره پی کارش، حالا اون کی میخواد پخشه به من مربوط نیست، اجراش به من مربوطه، بعد برم سراغ یه نقشه دیگه. خب مجبور بودم، یه تایم کوتاهی این اتفاق افتاد ها، یعنی اون زمان زیادی نه، بازه زمانی طولانی نبود، ولی به هر حال اتفاق افتاد دیگه، یه تایمی اذیت شدم. از این نظر میگم چون بازیگر حسی هستی که آره. مثلا یه بازی، این دوتا کار کاملا مدید، یعنی یه کار اجتماعی بود، یه کار تو همون مدت کم اذیت نشدی، یعنی لازم، یعنی تاثیر گذاشت رو کارت یا نذاشت؟ نه دیگه، اون اذیتی که میشی به خاطر اینه که تاثیر نذاره رو کارت، میدونی؟ برای اینکه واقعا کار سختیه و واقعا دمشون گرم رفیقاییم که میتونن این کارو بکنن، من اصلا ارزشو ندارم، پوستم کنده شد. دو تا کار به نظرتون کارهای برایندتون از در واقع بر خود مخاطب چجوری فکر می‌کنید جزو کارهای خوب پلتفرما باشه به لحاظ جذب مخاطب پیش بینی؟ بله راجع به هر دوتاش گمان می‌کنم که هم بیگناه رو دوست خواهند داشت مردم، مطمئنم، و هم شبکه مخفی رو. شبکه مخفی زنان یک کار بسیار شیرینه، با حالا اگه بتون بگم کمدی توی سطح و نمیدونم واژه‌ای که میخوام، نمیخوام بگم سطحی، چرا سطحی دیگه ها؟ نه یک کمدی سطحی نیست، اتفاقا یک کار شیرینه که یک زیرمتن کمدی داره و فکر میکنم دوست داشته باشن. جنس کمدیش از جنس کمدی دختر شیرازیه، جنسشو میگم، اون لحن کمدیشو، میزان در واقع شیرینی که با توجه که خود افشین هاشمی هم اون کار کرده دیگه. بله به هر حال کارگردان یکیه، گرامر کار به نظرم یکیه و من کارگردانی افشین رو دوست دارم، میدونم که مخاطبین خودش رو هم داره، اما یه کسی هم ممکنه ذائقش نباشه. من دوست دارم و میدونم که مثلا راجب دختر شیرازی هم با اینکه نه اکران مناسبی داشت نه خیلی تبلیغات عجیبی داشت،
به حال مخاطب خودشو پیدا کرد. آخه جزء فیلماییه که حالا اکران چیزام ولی تو پلتفرم دیده خیلی شد. خیلی دیده شد دقیقاً. بعضی از فیلمایی مثلا دهه 60 بودن که تو سینما دیده نشه تلویزیون میذاشت. بله. همه میدیدن. اینم هم جزء فیلمایی بودش که حالا تو پلتفرم دیده شد. بله. اتفاقاً جزء بله فیلمای پول. و اینکه شما سیمرغ رو دوست دارید جای خاصی تو خونتون گذاشتین یا نه تو گنجه است؟ نه تو گنجه نیست. پیش جایزه های دیگه ایمه که گرفتم مثلا تلویزیون ما اینجاست اونا اونجاست، اینجوری کنار هم چیده. قشنگ ببینیش همیشه؟ نه برای که قشنگ ببینم، ولی خوب خوبه دیگه. مگه کسی میتونه بگه من سیمرغ دوست ندارم؟ بله همه جایزه هم دوست دارم، براش هم خیلی زحمت کشیدم. و سوال آخر همین که امسال کار سینمایی نکردی به خاطر در واقع این دوتا کار بودش دیگه، یه ذره اذیت نشدین مثلا از سینما دور بودین؟ نه من همیشه گفتم دوربینش واقعا مهم نیست، مهم اینه که نقش انقدر خوب باشه که من کیف کنم از اجراش و تماشاگر کیف کنه از دیدنش. و حالا اگه زنده باشیم که حالا امسال هم هست، سینما هم هست، ما هم جایی نرفتیم. دستمون درد نکنه. ببینی شما. مرسی. خوبی داشته باشی. ببینی شما. شما هم همینطور.